دوستان و همراهان فارسی مدیا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو قصد داریم در رابطه با استفاده از آلوئه صحبت کنیم، با ما همراه بشید. روش هایی برای استفاده درمانی از آلوئه که زندگی شما را آسان تر می کند. هزاران سال است که آلوئه را با خواص درمانی معجزه کننده اش میشناسند. حدود 99% از این گیاه را آب تشکیل میدهد و بقیه آن مواد خالص مفید است. بیشتر ما شنیده ایم که آلوئه ورا برای آفتاب سوختگی بسیار موثر است، اما فواید این گیاه به همینجا ختم نمی شود و مزایای زیادی دارد. به همین دلیل است که از آن به عنوان ابرگیاه یاد می کنند. محققان بر این باورند که آلوئه ورا یکی از رازهای زیبایی مورد علاقه کلئوپاترا بوده است. امروز در فارسی مدیا می خواهیم از این گیاه شگفت‌انگیز و خواص آن برای سلامت بدن با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید. زخم ها و بریدگی ها را درمان می کند. آلوئه ورا قرن هاست که یک درمان کننده عالی برای انواع آسیب های پوستی مانند بریدگی به شمار می رود. این گیاه باعث رشد سلول های جدید و بافت سلولی می شود و باز تولید بافت را شتاب می دهد. حالا به شما می گوییم که چطور از آن استفاده کنید. یک برگ آلوئه ورا را از طول به دو نیم تقسیم کنید. قسمت بریده شده را روی موضعی از بدنتان که بریدگی دارد قرار دهید. بریم سراغ مورد بعدی. سوختگی را درمان می کند. آلوئه ورا برای درمان سوختگی های کوچک به مدت طولانی استفاده می شود. این گیاه مثل منتول یا نعنای خشک تأثیر خنک کنندگی دارد، التهاب را کاهش می دهد و باز تولید بافت و پوست را به جریان می اندازد. از آلوئه ورا برای درمان سوختگی به این روش استفاده می شود. خارها یا تیزهای گیاه را جدا کنید. گیاه را از طول برش دهید. کمی از ژل شفاف را با چاقو بردارید. ژل را مستقیم روی سوختگی بگذارید. مورد بعدی، گزش حشرات را درمان می کند. وقتی حشره ای ما را نیش می زند، در آن موضع احساس خارش ایجاد می شود. این امر به دلیل بزاق دهان حشره است که سموم و مواد حساسیت زای مختلفی دارد و منجر به خارش، تورم یا تحریک موضع در درجات مختلف می شود. آلوئه ورا تأثیر خنک کنندگی دارد. حس درد و خارش را تسکین می دهد و التهاب را کم می کند. بدین روش می توان از آلوئه ورا استفاده کرد. برگ ها را از طول برش بزنید، ژل شفاف را روی موضع آسیب دیده یا گزیده قرار دهید. مورد بعدی، سرمازدگی را درمان می کند. آلوئه ورا برای درمان سرمازدگی یا یخزدگی خفیف و کاهش آسیب ناشی از آن استفاده می شود. این گیاه حاوی مقادیر زیادی ویتامین ای است که در ترمیم پوست حرف ندارد. حواستان باشد که سرمازدگی یک عارضه جدی است و اگر فکر می کنید به آن دچار شده اید، ممکن است بهترین ایده مراجعه به پزشک و معاینه شدن باشد. از آلوئه ورا بدین روش برای درمان سرماخوردگی استفاده کنید. برگ را از طول برش بزنید. لایه زردی را که درست زیر پوسته قرار دارد بکنید. ژل شفاف را روی موزه آسیب دیده قرار دهید. مورد بعدی، لایه برداری می کند. آلوئه ورا به شما کمک می کند که با خواص اسکراب لایه بردارش پوستی تازه داشته باشید. این اسکراب یا لایه بردار سلول های مرده را از بین می برد و حتی با پوست های حساس نیز خیلی ملایم رفتار می کند. این روزها انواع مختلفی از اسکراب ها و لایه بردار های آلوئه ورا در مغازه ها و عطاری ها به فروش می رسد. اما اگر شما این گیاه را داشته باشید، خودتان می توانید اسکراب لایه بردار بسازید. دستورات متنوعی برای تهیه اسکراب از آلوئه ورا وجود دارد که ما در اینجا به یکی از آنها اشاره می کنیم. دو قاشق غذاخوری ژل آلوئه ورا، دو قاشق غذاخوری شکر قهوه‌ای ارگانیک، یک قاشق چایخوری آب لیمو، این مواد را با هم ترکیب کنید و روی پوستتان بگذارید. بعد از مدتی پوستتان را خوب بشویید. مورد بعدی، از جوش زدن پیشگیری و آکنه را درمان می کند. آلوئه ورا برای ترمیم سلول های پوست و خواص ضد قارچ و ضد باکتری مشهور است و در پیشگیری از جوش و درمان آکنه بسیار فایده دارد. این گیاه هر گونه برآمدگی زخم و آسیب به پوست را به لطف وجود همین خواص شفابخش درمان می کند. از آلوئه ورا به این روش برای درمان جوش و آکنه استفاده کنید. برگ آلوئه ورا را از طول برش بزنید. ژل شفاف را روی موضع آسیب دیده بگذارید. مورد بعدی، یک مرطوب کننده برای پوست است. آلوئه ورا خواص ضد رطوبتی و شگفت انگیزی دارد و مخصوصا برای پوست های خشک و حساس بسیار مفید است، زیرا خیلی سریع جذب می شود و برخلاف بسیاری دیگر از مرطوب کننده های رایجی که در مغازه و داروخانه فروخته می شود، منابض پوست را مسدود نمی کند. آلوئه ورا را به این روش آماده کنید. برگ ها را از طول برش بزنید. دو قاشق چایخوری از ژل شفاف را بردارید. ژل آلوئه ورا را با 2 تا 3 قاشق چایخوری روغن نارگیل ترکیب کنید.
مورد بعدی، بدن را آلایه برداری می کند. آلایه ورا خواص ضد باکتری و ضد التهابی قدرتمندی دارد و بدن را به شیوهی ملایم و مؤثر شستشو می دهد. هم آلایه ورا و هم ویتامین ای برای ترمیم سلول های پوست بسیار مفید هستند و روغن اسانس آنها پوست را نرم و لطیف می کند. به این روش از آلایه ورا آلایه بردار بسازید. برگ ها را از سول برش بزنید. ژل شفاف را با چاقو جدا کنید. حدود 1/4 پیمانه از این ژل را نیاز خواهید داشت. آن را با 3/4 پیمانه صابون مایع ترکیب کنید. 1 قاشق چایخوری ویتامین ای اضافه کنید. چند قطره روغن اسانس که می تواند اسطوقدوس، شمعدانی، لیمو ترش، بابونه باشد اضافه کنید. همه این روغن ها برای پوست بسیار مفید هستند. ممنونم که باز هم همراه فارسی مدیا بودید. لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم بزنید. شب و روزتون خوش.